مجید تفتشی، یکی از کارشناسان رژیم، بی نتیجه بودن دلبستن به کانال مالی اروپا اینستکس را مورد بررسی قرار داده است. سایت خبر آنلاین از قول وی می نویسد: به هر حال آمریکا از برجام خارج شده و تحریم‌ها و جرایم سنگینی برای شرکت‌های بزرگی که بخواهند با ایران کار کنند وضع کرده است. شرکت‌های بزرگ دنیا همگی با آمریکا مناسبات گسترده مالی و تجاری دارند و بعضاً آمریکا در آنها سهامدار است و لذا طبیعی است که آنها حاضر نیستند 90% را رها کنند و به سراغ 10% ایران بیایند. از این رو اینستکس در خصوص تعامل ایران با شرکت‌های بزرگ هیچ کارایی ندارد. سایت بسیج نیز به موضوع اینستکس پرداخته است. اگر برجام و عقبه آن، یعنی اینستکس، به حال کشور مفید بود که باید نتایج آن را می‌دیدیم، اینستکس هم مثل توافق هسته‌ای دردی از کشور دوا نخواهد کرد و باید مراقب بود که مناسبات سیاسی اقتصادی را شرطی نکند. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، روز گذشته در نشست جامعه مهندسین ابتدا به بحران موجود حول تصویب لوایح الحاق رژیم به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFP پرداخته و گفت تصمیمات بسیار حساس است و اینطور نیست که میان خیر و شر یکی را انتخاب کنیم، بلکه باید بگوییم میان دو شر، شر کمتر را انتخاب میکنیم. و اما محسن جلیلوند که رسانه‌های رژیم از او به عنوان استاد حقوق بین الملل نام میبرند، آب پاکی را روی دست سینه شاکان اینستکس ریخته و ناامیدانه گفت اگر اینستکس عملی هم بشود، نباید انتظار خاصی از آن داشت. چرا که اولا اینستکس بیانگر نفت در برابر غذا و دارو و اقلام کشاورزی و پزشکی است. ثانیاً مگر ایران با اتحادیه اروپا چقدر رابطه تجاری دارد که این ارتباط باعث شود که شما بگویید اروپا با اینستکس خود را به نفع ایران در برابر آمریکا قرار می‌دهد؟ در تحلیل نهایی اروپا زیر چتر آمریکاست. بنابراین اینکه تصور کنیم اینستکس راه بیفتد و از مملکت خوب خواهد شد، چنین نیست. نماینده اسبق رژیم در صندوق بین المللی پول به نام محمد قوام طی یک مصاحبه رادیویی اینستکس را یک طعمه ارزیابی می کند و می گوید در حالی که اروپا هنوز اینستکس را به ما نداده و تنها به ما معرفی کرده، خود محمد جواد ظریف نیز گفته ما نمی دانیم عملکرد اینستکس چیست و چگونه کار می کند. به نظر می آید که این مسئله یک طعمه است تا باز هم به ما بگویند FATF را قبول کنیم. در کل اروپا و آمریکا با تشویق و سوق دادن جمهوری اسلامی به پذیرفتن FATF می‌خواهند ما را مانند ماهی در ماهیتابه سرخ کنند.